واحد كان يجلس بسمور كده كوبان ما كان يدافع أول كمان كلودينج ما كان يدافع كوفاله خد الستاب ما كان يجلس بعض الناس واحد كه أركيكات كوبان ما كان يجلس داولين باخش يجلس بارتون تيك بوكس نشان ده دا بوكس أوبشن هاي مختلف دور يجلس كده قسمة بوين يجلس يجلس نيوس وكويت أركيكات هاس وده قسمة بالا يجلس بيجي بارتون قلت كه كريت أنو بروجكت يا أوبن أب بروجكت اگر قبل از اینکه کدام پروژه را کار کرده باشین و بخواین کمون را پس سر اوپن کنین این برشمه این که اوپن پروژیکت یا اگر بخواین که اینکه از تمپلیت های خود آرکیکت استفاده کنین شما میتونین که باز بگین که یوز ا تمپلیت که تمپلیت خود آرکیکت استفاده کنین که یا کدام سمپل هایی که خود آرکیکت داره از اون طریق استفاده کنین یا یوز لیتست پروژیکت سیتینگ این چی بکنین جسد که در بخش سیتینگ اینجا سب اگر شما بخواین که پیش از این کدام پروژه را که شما انجام دادین کدام مشخصات که با پروژه تا شما تعیین کردین عین مشخصات اگر شما میخواین که در پروژه بعدی هم کار داشته باشه شما باش میگین که یوز لیتست پروجکت سیتینگ باش میگین اگر بگین نه که سیتینگ از بای دیفالت از خود تمپلیت خود آرکیکت باشه شما باش چی انتخاب میکنین یوز ا تمپلیت انتخاب میکنین و در غیر از او چون پروژه جس نواس ما اینو میگین که یوز ا تمپلیت و در قسمت اول هم باش میگن که کریت ا نیو پروژیکت و در قسمت دیگه هم میگن باش میگن که نیو وقتی که نیو گفت اینجا سیب لودنگ میکنه که لودنگ اینجا سیب اون فایل های خود در امی پروژیکت اینجا سیب بطن ستاپ میکنه یا تنظیم میکنه صافی هر است اینجا سیب که گرافیکش بالاست کسایی که سیستم های سیودی بیت داره جسه بازی کار نمیده با مجبور است کاپریتنگ سیستم های 64 بیت انستال کنه وقتی که لود شد جسه برتون تا یک باکس میگه برتون میگه که ما اگر بخواین که مثلا کتی خود کمیونیتی خود گرافیس ها اگر در تاش باشین باش میگه که یس آی وود لایک اگر بگین که نو تانکیو باز ضرورت به این است که کتا تو تاش شین و بعد بگین که اوکی وقتی که این صفحه آمد جسه این صفحه مکمل جسه به نام آرکیکت انترفیس یاد میکنه یا شکل زایدی آرکیکت که خود شکل آرکیکت که اینجا سه متشکل است مینو بار تول بار و تول باکس هاست اینجا سه این قسمت که اینجا سه مثل سافیره قبلی که ما داشتیم اینجا سه مثل مایکروسافت یا آرتوکد یا اینجا سه شما بخش مینو دارین که بخش فایل ایدت و ویو دیزاین داکومنت آپشن تیم ورک و ویندوز و هلپ هست و در بخش تول بارهای که اینجا سه که زیاد مراوش که اینجا سه استاندارد تول بار است اینجا سه درا تول بار است و تول باکس است و نویگیتر پروژیکت است اینجا سه نویگیتر پروژیکت چی است اینجا سه که استریلس یا چیزایی که کدام مشخصات که پروژه شما داره یا کدام تعداد طبقات که پروژه شما داره تمام تنظیمات سوژه بطان قرار داره یا کدام نماهایی را که شما گرفتین نمای شرقی، غربی، شمالی و جنوبی یا از هر نمایی که شما گرفتین یا سکشن هایی که شما گرفتین اگر سکشن های ساده باشه مختلف باشه تمام این فارمیشن هایی جسم میگه برتون انزرت است اینی سفر که شما میبینید جسم که شکل گراف که هستین جسم این را بنام مادلنگ ایریا یاد میکنه مادلنگ ایریا که این قسمت پایین جسم بنام ستاتس بار یاد میکنه که شما در اون کدام مشخصات که در داخل کماند که می باشین دیگه برتون امورا نشان میده یا برتون امورا نویگیت میکنه یا نمایان میکنه برتون در تول باکس ها کسی جاست شما اینجا سه طبقه مشخص داره طبقه اول کسی اینجا سه خود سلکت است که رو ارو مارکیو است که ارو کسی اینجا شما باز کرسر است که شما موقعیت موضوعتان را تشخیص کرده میکنین شما میتونید که یک ساحه مشخص مارکیو یا پوینت اوت کنین تو توسط کماند مارکیو میشه یکی چطور عملی میشه باز در وقت براتون میگم میستم در تول باکس اینجا سه بیجه ما سه دانه تاب دیگه داریم یا سه تا وکتور دیگه داریم میستم که بخش دیزاین است داکومنت است و مور است میستم در بخش دیزاین اینجا تمام آبجکت ها یا عناصر ساختمانی که در یک عنصر ساختمانی ضرورت است اینجا سه بیجه براتون جابجا شده که از قبیل دیوالا دروازه های اینجا سه کلکینا کالم بیم سلب شل تمام عناصر ساختمانی که است یا تمام بخش فرنیچرهایی که شما دارین اینجا در پروژه تان مثلا در بخش آرکیتکچرش تمامش اینجا اینجا برتان تنظیم شده که باز نظر مشخصات خود پروژه تان شما میتونید که هر آن چیزی که ضرورت داشته باشید شما اینجا انزرت میکنید به مو ابعاد که شما ضرورت دارین به مو مشخصات که شما ضرورت دارین یعنی اگر شما بخواید که یک گادر چوبی داشته باشین گادر چوبی شما میگیرید اگر آن کانکریتی باشه آن کانکریتی یا هر نوع استایل یا هر نوع گادر که شما ضرورت داشته باشه شما میتونید که انزرت کنید این که با استو انزرت میکنیم با
بعدن کار میشه. در بخش داکومنت که اینجا تمام بخش های مهندسی رو اینجا به احتمال میکنه یا دربر میگیره که بخش دایمیجن ها رو ما میتونیم، تکس ها رو میتونیم، الیویشن ها رو گرفته میتونیم، سکشن ها رو گرفته میتونیم، یا چطو ما میتونیم که دیتیل و بخش های دیگر اینجا تنظیم کنیم، تمامش از قسمت داکومنت میشه. و در قسمت مور که اینجا بعضی قسمت ها رو شما ضرورت به داره که مثلا لایتینگ کنیم اینجا، مثلا در کدام قسمت شما لایت باید جای بجای کنیم که وقتی که شما رندر کنیم امور باز تحت امور زاویه اینجا شده و مشخص شما برکن هیره شما از طریق مور میکنیم. و در پولیش اینجا سب اگر شما بخواین که زاویه یا شوای یک قسمت یا کنج از دیوال یا قسمت خط شما بخواین که دریافت کنید، شما میتونید که اینجا اینجا بدست بیارین از قسمت مور. یا اگر شما بخواین که یک عکس قسمت مثلا یا کامره را جاگزین کنین که مثلا وقتی که برتندهی سافیر کنمیشن بگیره از کجا شروع شوه، به کدام مسیر حرکت کنه و در کجا ختم شوه، که شما این تمامش از کجا قسمت کرده میتونید شما از قسمت مور میتونید. تیره به نام تول باکس میگه اینجا سید قسمت نویگیتر که از اینجا سید دهی قسمت اینجا سید چیزهایی که زیاد مرواج است اینجا سید دهینجا ما زن تایتل خون نام خود پروژه است، ما نام برش نداده بیم به خاطر زن تایتل نشه کرده اینجا سید. دینی قسمت که هستی جسد یک بخش استوریز داریم، سکشنز داریم، تلویشنز داریم اینجا سید، چیزهایی که زیاد مرواج هستی جسد و زیاد ما کتزو سرکار داریم اینجا سید. در بخش استوریز که هستی جسد تعداد منازل است، تعداد منازل مثلا اینجا سید یک پروژه که شما کار میکنین چند طبقه ای است یا چند منزل است که شما تنظیماتش از این قسمت هم کرده میدین و یا نمایندگی از تعداد طبقات در این قسمت است که به شما نشان میده که این چند طبقه اینجا شما دارید. در اینجا است به شما گراند فلور، فرست فلور و سیکند فلور نشان داده، یعنی یک ساختمان سه طبقه ای است. در بخش سیکشن اینجا است چون تا حالا ما در این پروژه کار نکردیم، در قسمت سیکشن ما کدام پلاس پوینت نداریم. پلاس پوینت به خاطر اینه که تحت عنوان سیکشن ما کدام خط نگرفتیم که بالای پلاس پوینت کلیک کنیم اونجا برای ما سیکشن ها را نشان میده. و در قسمت الیویشن ها اینجا به طور دیفالت از طرف سافیر اینجا است 4 الیویشن بر ما میتونه است، الیویشن نورت، الیویشن ایست، الیویشن ساوت و الیویشن ویست، یا نورت، ایست، ویست و ساوت که الیویشن ها است که راستان برتون از طرف خود دیفالت سافیر برتون تنظیم شده. اگر شما بخواین که دیگه الیویشن ها را هم کتش تنظیم کنید شما میتونید که تنظیم کنید. و در بخش انتریر الیویشن ها که اینجاست نماهای داخلی ساختمان است، مثلا یک اتاق مثلا تنظیم کردی، فرنیچر کاری کردی، مثلا تایل گرفتی و تلویزیون هم دیکوریشن داخل ساختمان است، او را مثلا تو میخوایی که الیویشن هاش بگیری شما میتونی که جسم از این قسمت وقتی که الیویشن داخلی را گرفتی یه برتون نشان میکن. و در بخش ورکشیت و دیتیل و تریدگی داکومنت یا که اینجاست بیده بخش هست که مثلا اگر شما دیتیل گرفته باشین یا اگر شما میخواین که پروژه را مثلا شما کار کردین یا بخواین که شما پرینت اوت کنین و ایره شما شیت بندی کنین، با شما میتونین که از قسمت ورکشیت یا اینجا سبیرا تنظیم کنین. خب با طور کلی اینجا سب سافیر آرکیکت که اینجا سب مختص به مدلینگ سازی است. مدلینگ سازی اینجا سب یعنی سه بودی سازی است، ضرورت به تو دی دایمنشن ما قدر زیاد نداریم، گرچه اینجا سب کار که ما میکنیم اینجا سب دهی سافیر 2D کار میکنیم، مشخصات 2D و 3D رو میتونیم برای ما 3D ترسیم میشه، اما کیفیت کار آرکیکت اینجا که زیاد مشهور کسی اینجا در بخش 3D است، در 2D اوقدر کیفیت که آرکیکت داره اینجا سه اوقدر دست بالا نداره. اینی سهار کسی اینجا به نام مدلینگ ایریا میگیم اینجا کسایی که آرکیکت کار کرده و حتما کار کرده اینجا سه. اولین کاری که در آرکیکت ما میکنیم اینجا چی هست اینجا یونیت و دروینگ ایریاز، یعنی محدود سازی ساحه و تعیین واحدات است که در این سافیر اینجا سب هم در قدم اول ما تعیین واحدات میکنیم، بعض ما میتونیم که ایریا را تنظیم کنیم. در این کسی اینجا سب ایریایی که در داخل خود از ایسا میبینیم سب اینجا یک سکویر داریم یا یک مربع داریم اینجا سب که اندازه داخلی از اینجا سب 34x34 است، یعنی 34 متر در 34 متر است. خود ای کس محدود سازی ما مثل آرتوکت داره نداره میرسه دوام نداره، خوب با خاطر که ما پروژه رو در تحت یک اندازه مشخص کار داریم ما مجبور هستیم که ساحه رو به خود محدود بسازیم. ده ای کس اینجا سب چون شکل مدل از شکل فضاست ضرورت به محدود سازی ساحه ما نداره، یعنی اگر شما بخواین که این پروژه رو
مثلا تکنولوژی است 50 متر، یادمی نیست که والا بگید دی خو 34 متر داخل ساس ما کار کردن نمیتونم. این شما به شکل دیفالت از طرف سافیر برتون اندازه 34 در 34 نشان داده. اگر شما بخواید که این بیخی از بینم ببرید میتونید کار کنید و بیخی میتونید که دی قسمت هم کار کنید، یعنی خارج از این ساحه، یا میتونید که با خاطر آسانی کار راستن در عربی تمام زیر سلکشن بگیرید. جسد این بجبویی که دلت و بجبویی که دلت ویو پوینت و دلت انیوی. دلت ویو پوینت مطلب چی است؟ جسد که الیویشن ها رو بر از می سمت می جا برتشان میاد، هم سمت شمال، جنوب، شرق و غرب. یا اگر بویی که نیده مکان ندارم دلیت ها نیوی این جسای کنجا سب که الیویشن ها هم از بین رفت. اونجا پیشتر برنامه الیویشن نشان میدار بیزم نی الیویشن که به شکل دیفالت اصلا سافیر بود 34 متر بود دیگه سب، یعنی 34 از یک طرف 34 34 34 حالا چونه ما پاک کردیم یک قسمت هم الیویشن ها را هم برم پاک کرد. حالا یه سب در قدم حال ما تعیین واحدات میکنیم. در تعیین واحدات اینجا سب ما میایم در آپشن، در آپشن اینجا سب در پروژیکت پرفرنس، در پروژیکت پرفرنس اینجا سب اینجا برای چی انتخاب میکنیم؟ working units میں the working units دی کسی جیسے مو سی رقم یونٹ باید مو برش تنظیم کریں model unit لی آؤٹ یونٹ و انگل یونٹ. فرق بین model unit و لی آؤٹ یونٹ چی هست؟ واحدات به خاطر ترسیم کاری یا ساحه کاری سه بودی و ترسیم ساحه کاری دو بودی که شما میتونید که مثلا واحدات در سه بودی که باشه یک واحد برش انتخاب کنید، در لی آوت اینجا سه دیگه. خب به طور کل اینجا ما میتونید که در مدل سازی اینجا سه مثلا به اساس رسم تخنیک اینجا سه اندازه گذاری که هست اینجا سه ما در اندازه گذاری در سیستم امکان است ما میلی متر، سانتی متر و میلی متر است که امکان سی جی اس و میلی متر که واحدات داریم مثلا و با اصول رسم تخنیک هست اینجا سه اصل و سلیش اینجا سه تاور است که میلیمتر با ماشینری استفاده میشه، سانتیمتر با ساختمان ها استفاده میشه و متر اینجا سه با ساختمان هایی که طول زیاد باشه، یعنی ارقام واحدات زیاد باشه. اما تعیین واحدات نظر به ارگان هم است. خب در اینجا ما میتونیم جسد که چون ساختمان رو کار میکنیم جسد ما میتونیم که سانتی متر انتخاب کنیم یا میتونیم که متر بگیریم، چرا که در مدلینگ اینجا جسد شما خو اندازه گذاری خو نمیکنین که در شکل برتون بیاین. یه اختیار به دست شماست که در کدام وقت شما راحت احساس میکنین، آیا در متر راحت هستین، آیا در سانتی متر راحت هستین و آیا در میلی متر. یه اختیار به دست شما. خب فرض بکنیم جسد که ما این سانتی متر رو فعلا میگیرم، هم در مدل ما سانتی متر میگیرم و هم در لیاور سانتی متر میگیرم. در دوش اینجا سب اینجا چی دارم؟ دسیمالز دارم. دسیمالز مطلب چی هست؟ اینجا سب که خانه بعد از اشا، چند خانه بعد از اشا رو ما برای تکیروسی بتونم یا دقت شبر بالا بارم. اینجا اینجا سب معمولا با سانتی متر اینجا سب دو خانه گرفته میشه، با متر یک خانه گرفته میشه و با میلی متر سه خانه گرفته میشه. با دیفالت اینجا سب ما میتونیم که اینجا برای چقدر بگیریم؟ اینجا سب دو خانه. و اختیار بعد شماست که اکیروسی رو مثلا، چون اینجا سب وقتی که اندازه رو شما با سانتی متر نشان میتین تا اون دو خانه برتان مهم است. خانه سی میشه یه هزارم خانه است که با میلی متر بعد میلی متر هم تیره میشه. با اون اساس در سانتی متر هم دو خانه شکل نشان میتین اکیروسی شما بالا میشه. در دوش اینجا سب میگم چی انتخاب میکنم؟ دو دو انگل یونیس میشه. در اینجا شما عین شکل اتوکاد وارد میشه. سیستم واحدات زاویوی که هست اینجا سب دهی که از اینجا سه دسیمال دیگری دیگری من سکن گرات و رادیان است. با کدام طریقه شما امی ارقام که پشتانه است با کدام رقم است با اون اساس شما انتخاب بکنید. خب معمولا زاویه که استفاده میشه درجه می باشه. اگر دقت بیخی زیاد بالا باشه با شما میدونید که درجه و دقه و سانیه را هم انتخاب کنید. و در غیر از اینجا سیمجه برای شما چی انتخاب میکنم؟ دسیمال دیگری انتخاب میکنم و بعدا برش میگم جسم که دینی قسمت هم دسیمال دیگری به درجه زاویه جسم همون دو درجه که من بگیریم صحیح می، یعنی دو خانه بعد از اشاریه و بعدا برش میگم جسم که اوکی. سرحدات خود محدودیت نداره و واحدات هم متعین کنیم. از این بابت کدام واحدات را که ما انپوت میکنیم یا انتقال میتیم داخل سافیر و عبارت سانتی متر است.